تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره وحی هستیم، آیه به آیه هر آیه رو چند دقیقه بسیار خلاصه و فشرده تفسیر میکنیم. الان جزء چهارم سوره آل عمران آیه 361 هست. آیه رو بشنویم. و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ترجمهش اینه که هیچ پیغمبری را نسزد که خیانت کند، هیچ پیغمبر خیانت نمی کند. و من یغلل، حالا میگه بحث بود که پیغمبر خیانت کند، چون در ادامه آیات جنگ احد ماجرای جنگ احد را در آیات قبل این چنین شنیدیم و گفتیم که پیغمبر جمعیت آورد بیرون مدینه، کنار مدینه منطقه احد، در مقابل کفار که از مکه حرکت کرده بودند برای براندازی اسلام، حضرت در اونجا سفارایی کرد، یه منطقه بود، فرمود شما 50 نفر حافظ این منطقه باشید، این منطقه را حفاظت کنید. باقیا جنگ کردند، در عملیات حمله شروع شد، مسلمان ها پیروز شدند. اینها که لب منطقه را حفاظت میکردن گفتن ما اگر خواسته باشیم برای منطقه حفاظتی وایسیم، اینا که پیروز شدن غنم جنگی رو خان برد، به ما نخان داد. خب وقتی پیغمبر فرمود شما منطقه را حفاظت کنید، معنیش اینه که زعم شما محفوظه، ولی اینها اطمینان نکردن، گفتن ممکنه پیغمبر به قولش عمل نکنه، کلا سر ما نعوذ بالله بذاره، به ما بگه شما اینجا رو بایستید، وقت یه عده حمله کنن پیروز شن غنام جنگی رو اونا ببرن، ما نم اینجا سرون بیکالا باشه. یعنی به قول پیغمبر اطمینان نکردن، گفتن شاید پیغمبر سهم ما رو نادیده بگیره. این به این مناسبت میتونه به این معنا باشه. و ما کانه نبیگن ایقال، نه پیغمبر اسلام، هیچ پیغمبری غش نمی کند که به اصحابش بگه اینجا بایستید برای که شما محروم بشید، قول بده سهم شما محفوظه بعد سهمشون محفوظ نباشه. یعنی غش، تقلب، قذف، خیانت، این خلافکاری ها در شأن هیچ پیغمبری نیست. و ما کان، اگر پیغمبر فرمود این منطقه رو حفاظت کنید سهم شما محفوظه، به قولش عمل میکنه، نعوذ بالله کلک نمیزنه. و ما کان لنبیین ان یغل، هیچ پیغمبری را سزاوار نیست که خیانت کند. و من یغلل، حالا و من یغلل، هر کس خیانت کند، کلاهبرداری کنه، اختلاس کنه، یعت به ماغل، روز قیامت همون مقداری که کلک زده میاره. عجب روز قیامت روزیه، یعنی کار خوب بکنی خوبتو میاری. و من جا اول حسنه، این حسنشو برمیداره میاره، اینجا میگه یعت به ماغل، کلکشو میاره، یعنی خوبان خوبشونو میارن، بدا بدشونو میارن. روز قیامت روز تجسم اعمال، روز حضور عمل، و مجد و معامل و حاضره، عملشون حاضره، محضره، عملشون حاضر میشه. هم حاضرات تو قرآن داریم، هم محضرات داریم، یعنی عمل در. و گاهی وقتا میگه یالیت بینی و بینکه بعدل، یعنی ای کاش بین من و تو مسافت طولانی بود و من نمیدیدم، دست خود آدمم نیست. یعنی اون چه فکر میکرده که هیچ که نمیفهمه همه مجسم میشه، همه یعنی هم کتبن مجسم میشه، پرونده باز میشه، و از صحف و نشرت پرونده باز میشه، هم بهش میگن اقرا کتابت، نام عملتو بخون، خودت داوری کو کشفت کنیم. هم وجدان حاضره، هم عمل حاضره، هم شاهدها حاضره، پوست شهادت میده، زمین شهادت میده، زمان شهادت میده، فرشته شهادت میده، خدا شهادت میده. یعنی روز قیامت یا من فی الحساب هیبته، در دعای جوشن داریم ای خدایی که در حساب خیلی هیبتی داره که انسان هر که باشه رنگش میپره. حالا به هر حال یک کسی آمد خدمت شخصی مسئول جمع‌آوری زکات بود، خدمت پیغمبر رسید، یه مقداری زکات ها رو داد، گفت اینا مال مردمه، اینا زکات مردمه، اما مردمم یه چیزی به خودم دادن. فرمود که هدایای مردم مال خود شماست. بعد حضرت بالا منبر رو فرمود که
آیا اگر ای آقا در خونش میشست کسی به او هدیه میداد؟ گاهی وقتا مثلا یه چیز رو به آدم میدن فکر میکنه مال خودشه، نخه، این مال مقامته، این مال شخص امام جمعه نیست، مال مقام امامت جمعه است، مال مقام وکیل، وزیر، سفیر، رئیس جمهور، رهبر، اینا مال مقامه، مال شخص نیست. بنابراین همینطور که سراغم داریم رؤسای جمهور که در جمهوری اسلامی این چند تا رئیس جمهوری که تو الان بودن، اینا هر جا رفتن و هدایای گرفتن، اینها رو تو خونه بریزن بچه‌ش نبردن، یه موزه گذاشتن، اینها مال کل امت اسلامیه، اینها مال مقام، اینها مال زن و بچه نیستن. ایراد نیست که اگر رئیس جمهور از دنیا بره اینا به زن و بچه‌اش برسه. شخصی مسئول زکات بود، رفت زکات بگیره، برگشت گفت خب اینا مال زکات ده، به پیغمبر تعبیر داد، گفت اینا رو مردم به خودم دادن. حضرت اون تو اگر تو خونت میشستی بهت میدادن؟ نه. گفت پس چون مسئول زکات بودی، نماینده من بودی، برای گرفتن زکات اینو بهت دادن، پس این مال خودت نیست. ما باید حساب کنیم که از موقعیت خودمون سوء استفاده نکنیم. خب ما کان لنبی ان یقل، هیچ پیغمبری را سزاوار غش و کلک و تقلب هیچ پیغمبری را سزاوار غش و کلک و تقلب و خیانت نیست. یعنی پیغمبر را همه امین هستن. ولی خب معلوم میشه که نکته دوم که زیر آیه استفاده میشه که حتی انبیا هم از سوء ظن مردم دور نیستن، یعنی حتی اصحاب پیغمبر، الله اکبر، الله اکبر، خیلی مهمه، اصحاب پیغمبر هست، در برابر پیغمبر هست، تو جبهه شرکت کرده، اما نسبت به پیغمبر بایدم سوء ظن داره. یعنی فکر نکنیم که حالا اگر مردم پشت سر ما نماز بخونن همه ی مسائل را حمله بر صحت میکنن، ممکنه حمله بر صحت هم نکنن. خب انبیا هم از سوء ظن مردم دور نیستن. ولی خب نکته‌ای که زیر آیه استفسار اینه که از حریم انسان‌های پاک و اولیای خدا با دفاع کرد. اینجا خدا دفاع میکند، میگه ما کامل نبی ان یقول، هرگز پیغمبر خیانت نمیکنه. یعنی اگر مردم سوء ظن بردن خدا داره دفاع میکنه. انسان هم باید خودش از خودش دفاع کنه، مثل که در قرآن داریم به پیغمبر میگفتن انا لنراک فی سفاهه، تو خلی، فرمود لیس بی سفاهه، انا لنراک فی ضلال، منحرف، فرمود لیس بی ضلاله. هم باید خودش دفاع کنه، هم باید مردم دفاع کنن از اولیای خدا، هم خداوند دفاع میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یعنی سر رقم دفاع داریم، خود انسان از خودش دفاع کنه، مردم از خوبان دفاع کنن، خدا از خوبا دفاع کنه. انا لننصر رسلنا، قرآن میگه من پیغمبرانم و کسانی که ایمان آوردن در همین دنیا کمک میکنم. پس هم خدا دفاع میکنه، هم خود انسان باید خودش دفاع کنه، هم باید مردم دفاع کنن از او. مقدار مهم نیست، گفته که و من یغلل یأت بما غل، کسی که اگر خیانت کنه همون چیزی که خیانت کرده همون مقدار کلک روز قیامت میاره، حالا یه تومن یا هزار تومن، مبلغ مهم نیست. گاهی وقتا یک دجمه دزدیه، این دجمه دزدی ممکنه نماز در نماز خلل بزنه، مثل که گاهی وقتا یه سوزن به یه گوشه توپ فوتبال میزنی اما بازی یک فوتبال لغو میشه. نمیشه که حالا یه سوزن کوچیک به یه گوشه زدیم. گاهی وقتا یک میکروب وارد یک ظرف غذا میشه، کل غذا رو پزشک دیگه نمیخوره. مقدار مهم نیست، یعت به ما غل، یعنی ما، یعنی اون چه حساب چه کم چه زیاد. خب به هر حال روز قیامت هم خوبا حسنات خودشون میارن، جا ابل حسنه، هم بدا سیئه خودشون میارن. یعت به ما غل، خدایا اون روزی که خوبی ها و بدی ها حاضر میشن و ما باید در مقابل اعمالمون که میبینیم اونجا حاضر است شرمنده میشیم، اون روز روز شرمندگی ما قرار نده، قبل از مرگ توفیق بده ما هم توبه کنیم، هم هر خلافی کردیم جبران کنیم، که روز قیامت با پرونده پاک و رو سفید محشور بشیم. خب آیه 361 هم تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.